سلام و وقت بخیر. بر رویدادهای خبری استدیوی آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با شما هستم. امروز 4 اسد مطابق 26 جولای است. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا روی تسریع تلاش‌های صلح توافق کردند. در اعلامیه مشترک که شام دیروز از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد آمده است که این توافق در جریان صحبت تلفنی پنجشنبه میان رئیس جمهور غنی و مایک پومپیو صورت گرفت. اطمینان تازه وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور افغانستان. در اعلامیه گفته شده که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای آسیای جنوبی تغییر نیامده است. مایک پومپیو همچنان گفته که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان هم مانند گذشته به شرایط و وضعیت این کشور بستگی دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان به رئیس جمهور غنی گفته که جوزف دانفورد، لیدر استیز آمریکا و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، به خاطر به کابل فرستاده شدند تا گامهای آینده مسیر صلح را با جزئیات مورد بحث قرار دهند. جنرال دانفورد دیروز در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی دید. در اسلام آباد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید کشورش به تلاش‌ها در پروسه صلح افغانستان ادامه خواهد داد. نقش ما به عنوان تقویت کننده گفتگوهای صلح باقی میماند. نقش ما به عنوان تسهیل کننده از سوی همه تایید شده است. با توجه به این اظهارات اسلام آباد، کابل همواره گفته که از پاکستان اقدام عملی میخواهد، زیرا زمان حرف زدن گذشته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر نیاز باشد به ایران خواهد رفت تا برای مردمان کشور بگوید رهبران ایران تا چه حد سرگرم رساندن زیان به آنها هستند. مایک پومپیو این موقفش را در گفتگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ ابراز کرده است. در حوج بحران میان واشنگتن و تهران، وزیر خارجه آمریکا میگوید برای سفر به ایران آماده است. مطمئنم که اگر لازم باشد با کمال میل خواهم رفت. خوش خواهم شد که مردم ایران را از نزدیک ببینم. اما وزیر خارجه آمریکا میگوید شاید این سفر صورت نگیرد، زیرا رهبران ایران میدونند که از حقایق در آن کشور پرده برداشته می شود و در نتیجه به گفته پومپیو مردم خواهند دانست که رهبرانشان تا چی حد به زیان آنها عمل کردند. واشنگتن تحریم های شدید را به خاطر برنامه هسته‌ای ایران بر آن کشور وضع کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید فعالیت های تخریب کارانه حکومت ایران تاریخ دیری ندارد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود آماده است با آمریکا مذاکره کند، اما تنها به شرطی که تحریم ها بر کشورش برداشته شود. اونجا اگر کاهش تعهدات شد از این ورم ما شاهد. رئیسان جمهور تاجکستان و قرقیزستان امروز با هم دیدند و روی مشکلات مرزی گفتگو کردند. در 22 جولای امسال شمار از باشنده های روستایی قرقیزستان بر تاجکستان تیراندازی کردند و یک تن را کشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان با همتای قرقیزش سورین بای جنبیک. دیدار دوستان است، اما برای حل یک بحران صحبت می کنند. منطقه ای را که دو رهبر با هم دیدند ورخ نام دارد. در حاکمیت تاجکستان است، اما اطرافش خاک قرقیزستان به شمار می رود. در 22 جولای هنگامی که تاجک ها بیرق کشورشان را در همین منطقه به اهتزاز درآوردند، قرقیز ها بالای آنها تیراندازی کردند. در رویدادی که یک تن کشته شد و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در کشورهای آسیای میانه برخی مناطق وجود دارند که بنابر موقعیت جغرافیایی بخشی از خاک یک کشور در قلمرو کشور دیگری موقعیت دارد. در نتیجه غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا شاید تا 115 تن جان داده باشند. کشتی با 300 سرنشین از بندر الخمس در 120 کیلومتری ترابلس پایتخت لیبیا حرکت کرده بود و قصد رسیدن به کشورهای اروپایی را داشت. مرگبارترین فاجعه سال برای پناهجویان. مدیترانه این بار بیش از 100 تن را به یک بارگی در خود فرو برد. تمامی سرنشینان کشتی قصد داشتند به اروپا برسند، اما این هدف گروه بزرگ از آنها با همین خریطه های سیاه دفن می شود. با گفته این نیروهای ساحلی لیبیا تا 135 تن از سرنشینان کشتی توسط ماهیگیران نجات داده شدند. سازمان ملل متحد می گوید شمار پناهجویانی که در جریان امسال در بحیره مدیترانه غرق شده و جان دادند حالا به 600 تن رسیده است.
لیبیا با ایتالیا حدود 800 کیلومتر فاصله دارد، اما نزدیکترین فاصلهش با مالتا کشور دیگر اتحادیه اروپا فقط 355 کیلومتر است. بنابر همین نزدیکی، هزاران تن سالانه تلاش میکنند از افریقا خود را به اروپا برسانند. داشتن وزن زیاد برای صحت و سلامتی زیانبار بوده میتواند، اما آیا کار و وظیفه هم در نتیجه چاقی متاثر میشود؟ در اندونزیا برای افسرانی که وزن زیاد دارند، برنامه ورزشی را در نظر گرفتند تا آنها در یک فرصت کوتاه وزن ببازند و لاغر شوند. اگر افسر پلیس وزن زیاد داشته باشد، چگونه میتواند دنبال یک دزد یا متهم بدود و یا سریع عمل کند؟ با همین پرسش، اداره پلیس اندونزیا میگوید برایش وزن زیاد افسران قابل پذیرش نیست، زیرا اگر وزن کمتر داشته باشند کارشان را به خوبی پیش برده میتوانند. حدود 50 تن از افسرانی که وزن زیاد دارند در شرق جزیره جاوا با ورزش های مختلف از جمله دوش و آب بازی سوق داده شدند. ایوان سوتانتو، یک افسر پلیس در جاوا، در یک هفته ورزش 3.5 کیلو وزن کم کرده است. این برنامه برای همه ما و کسانی که وزن زیاد دارند خیلی کمک میکند تا وزن کم کنند و در انگام وظیفه سریع و چابک باشند. اندونزیا 250 میلیون جمعیت دارد و گفته میشود که از میان آنها 28% وزن زیاد دارند. رژیم غذایی نادرست و استفاده از چربی و شکر عامل اصلی چاقی در اندونزیا دانسته میشود. کاهش وزن یکی از برنامه‌های پلیس اندونزیا. سپاسگزارم که با استدیو آزادی همراه بودید. در صفحه اینترنتی ما و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی را دنبال کنید. وقت خوش داشته باشید.